پیشنهاد من، به نظر تو اگه اینقدر عجولانه و به صراحتم که باشه، یه پیشنهاد بود که از تای قلبم برات دادم. الان شاید بگی گیری عجب آدم دیوونه افتادم. نه خیر، البته که نه. شاید بخوام دلیل این پیشنهاد عجولانم رو بگم، برای توضیح بدم، اما من یه موضوع قانع کننده رو میخوام بهت بگم. باید بدونی که پیشنهاد واقعی من بود. درسته که همه چیز واضحه، در این مورد شاید حرف زدن بیفایده باشه، ولی بازم نخواستم همه چیزو تو دلم نگه دارم. میخواستم علاقمو بهت ابراز کنم. من واقعا نمیتونم درک کنم. تازه شما واقعیتو دارین میبینین، من متأهلم. ببینین، یه دفعه ای تصمیم گرفتین، خیلی زودم ازدواج کردین، این واقعا سخته. ولی برای منم همین اتفاق افتاد. یک هفته بعد از این که من و یگیت همدیگر رو شناختیم ازدواج کردیم. خانومش تو کما بود نه؟ بله، تو کما بود. منو ببخش نور، نمیخواستم ناراحتت کنم. ما خیلی زود عاشق هم شدیم، ازدواج کردیم، میتونین درک کنین؟ ولی من شما رو نمیتونم درک کنم. من و شما هیچ اتفاقی بینمون نیفتاده، هیچ وجه مشترکی نداریم. شما واقعا منو سورپرایز کردین. من با خودم داشتم فکر میکردم که چرا اینجوری شد، حتی نزدیک بود به خودم شک کنم. نه خیر نور، تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی. اگه میخوای در این مورد با شوهرت حرف میزنم. نه خیر، نه اصلا. به خاطر چشمم نگرانی؟ آره. ببینی تو این روزا حال ایگیت اصلا خوب نیست. مطمئن هستم که منم تو این موضوع شریکم، به خاطر همین خیلی متاسفم، چون باعث شدم مشکلات زیادی برات درست کنم و مطمئن باش دیگه تکرار نمیشه. من نمیخوام به خاطر من زندگیت خراب شه. خب با این وجود میتونم از شما یه خواهش داشته باشم؟ آره، هر چیزی که باشه قبول میکنم. پس استعفای منو از این پروژه قبول کنی؟